آخرین خبری که به دست من رسید این است که اویگدور لیبرمن هم به دولت استراری ملی اسرائیل پیوست ضرب عجلی که اسرائیل برای ساکنان شمال غزه و تقاضای تقاضا از آنها برای انتقال مکان به جنوب غزه شکل گرفته بود در حدود چهار ساعت پیش به پایان رسید و به گفته رسانه خبری اسرائیل ارتش تمام تدارکات خودش رو برای ورود زمینی به خاک غزه به پایان رسانده و فقط منتظر دستور از مقامات دولتی هست آخرین خبری که همین الان به دست من رسید اینه که گیدون سر یکی دیگه از اعضای اپوزیسیون که او هم به دولت اعتلافی پیوسته در اظهار نظری گفته که اگر جبهه دیگری علیه اسرائیل تشکیل بشه انتظار داریم که ایالات متحده با ناوهای هواپیمابر خودش در منطقه به کمک ما بیاد آیا تو بیان شما اشاره کردن که ارتش کاملا آماده هست برای شروع عملیات زمینی امروز تصاویر منتشر شد که بنیامین نتانیاهو هم از مرز دیدن کرد دلیلش همین بود به گفته این ناظران بله این یکی دیگه از اون شاخصه که نشون میده که ارتش آماده است بینیامین نتانیاهو حتی شنیده شد در یکی از گفتگوهاش با افسران که آیا شما برای مرحله زمینی عملیات آماده اید و همه گفتند بله خب البته این برای دوربین ها بود ولی خب واضحه که اگر ارتش آماده نبود طبیعتا بینیامین نتانیاهو این پرسش رو از افسران حاضر در منطقه نمیپرسید در مورد تحرکات مختلف در مرز لبنان و سوریه چه اطلاعی دارین؟ بله حزب الله لبنان همچنان به عملات تحریک آمیز خودش ادامه میده امروز چهار تروریست فلسطینی که قصد رخنه به یکی از آبادی های مرکزی اسرائیل داشتن توسط یکی از پهبادهای اسرائیل میشه گفت کشته شدند فلسطینیا که گفته میشه با اجازه و با هماهنگی حزب الله لبنان دست به این کار زده بودند با اینکه حسین امیر عبداللهیان که در سوریه حضور داره گفته بود که جمهوری اسلامی هماس و جهاد اسلامی هماهنگی کامل دارن ولی سخنگوی ارتش اسرائیل در آخرین نشست خبری خودش گفت که اگر اقدامی از شمال اسرائیل صورت بگیره ما دولت لبنان رو مسئول میدونیم و همه اقدامات لازم رو برای جلوگیری از این امر به کار خواهیم آقای تو بیان شما ابتدای صحبتاتون اشاره کردین که چند تن از اپوزیسیون دولت هم پیوستن به این دولت استرار ملی خیلی کوتاه زمان اون خیلی کم هست میشه در مورد این توضیح بفرمایید که اصلا این دولت استرار ملی به چه معنایی هست و چه کمکی میکنه برای باز کردن دست ارتش اسرائیل برای حمله خودش اول از اون دولت قبل از اینکه تبدیل به دولت استرار بشه پیش از اون شنبه سیاه که بیش از 1300 نفر از شهروندان اسرائیل واقعا سلاخی شدن از مقامات عالی رتبه امنیتی یعنی اعضای زیادی که تجربه امنیتی داشته باشند نداشتن تنها بنیامین نیتانیاهو که تجربه زیادی نداره به عنوان نظامی یک ستوان احتیاط هست البته در نیروهای ویژه سیر اتمتکل چیزی شبیه دلتا فورس آمریکا خدمت کرده بود و تنها افسر عالی رتبه ای که مقام وزارت دفاع رو عهده داره یو افگالانت هست با الحاق بنی گنس و گادی آیزنکو دو رئیس پیشین ستاد کل ارتش اسرائیل پیش بینی میشه که دستورات و تصمیماتی که گرفته میشه با درایت و ارزیابی بهتری از بازتاب های عملیات انجام بشه و, بس و خیلی هم گفتن که دولتی که در به اصطلاح با نمیگم باعث ولی در زمان سیادت در, زمان سیادت اون همچین فاجعه ای رخ داده اون مشروعیت نداره که تنهایی تصمیم حیاتی رو درباره ادامه جنگ بگیره و این در واقع کمکی بود به بنیامین تنیاهو که در این کارزار تنها نباشه